کیفیت و دقت ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی روز به روز در حال افزایشه. در حدوداً یک سال گذشته ما با یوزر اینترفیس اتوماتیک 1111 کار کردیم و من خیلی تاکید داشتم این یوزر اینترفیس راحت‌ترین ابزار موجود برای تولید عکس یا تبدیل ویدیو به انیمیشن با هوش مصنوعی. اما از بین کامنت‌های شما دیدم اسم یکی دیگه از این یوزر اینترفیس ها داره بیشتر و بیشتر دیده میشه. هاپ یو آی دقیقاً همون کار اتوماتیک 1111 رو انجام میده، یعنی زبان انسانی رو درک میکنه، چک پوینت ها رو اجرا میکنه، ولی اونا رو از مسیر متفاوت تری از پلاگین ها، آپسکیلر ها، کنترل نت ها و غیره عبور میده. توی این ویدیو قراره یاد بگیری چجوری کامپ یو آی رو به صورت لوکال روی سیستمت نصب کنی، اجراش کنی و در انتهای این ویدیو هم بهت نصب یک اکستنشن به خصوص رو پیشنهاد میکنم که خیلی به دردت میخوره. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. از طریق لینکی که برات گذاشتم توی دیسکریپشن وارد صفحه گیت‌هاب کانفی یو آی میشی. توی این صفحه دنبال دایرکت لینک تو دانلود میگردی. یه مقدار که بیای پایین تر توی قسمت اینستالیشن اون لینک رو میتونی اینجا ببینی. با دانلودش یه فایل با فرمت 7-zip داری که لازمه اکستراکت بشه. روی هر درایوی که استوریج خالی بیشتری داری اکستراکتش کن، چون مدل‌هایی که قراره استفاده کنیم حجم بالایی دارن. با ابزارهایی مثل وینرار یا خود 7-zip میتونی اکستراکتش بکنی. چون من وینرار دارم با خود وینرار اکستراکتش میکنم. بعد از اینکه اکستراکت شد بازش که بکنی یه همچین فایلایی باید توش ببینی. اینجا رو ازت میخوام حواست باشه چون خیلی مهمه. اگه کارت گرافیک قوی داری باید برنامه رو از طریق این فایل اجرا بکنی و مشخصا کارت گرافیک انویدیا. اگه کارت گرافیک انویدیا نداری فقط میتونی از سی پی یو استفاده کنی و برای این باید از طریق این فایل برنامه رو اجرا بکنی. اگر هم واقعا نمیدونی کدومش بیشتر به دردت میخوره، مشخصات کارت گرافیک و سی پی یو خودت رو برام توی کامنت بنویس تا راهنماییت کنم. و این نکته دیگه این که عملیات آپدیت کانفی یو آی به صورت دستیه و هر موقع بخوای یوزر اینترفیس خودت رو آپدیت کنی باید وارد این پوشه آپدیت بشی و آپدیت کانفی یو آی دات بات رو اجرا بکنی. قبل از اینکه بریم خود کانفی یو آی رو اجرا کنیم لازمه مدل هایی که لازم داریم رو دانلود کنیم. اما اگه مثل من اتوماتیک 1111 رو روی سیستم داری و نمیخوای همه یه مدل ها یا چک پوینت ها رو دوباره دانلود کنی، یه تکنیک بهت میگم که دوباره هارد سیستمت رو با حجم بالای اون چک پوینت ها پر نکنی. فقط کافیه بری داخل فولدر منیجر کانفی یو آی و این فایل رو پیدا کنی، اکسترا مدل پاث. روش کلیک راست میکنی و رینیمش میکنی. اگه این دات اگزمپل آخرش رو ازش برداری میتونی روش کلیک راست کنی و به وسیله نوت پد بازش کنی. اگه این ادیت نوت پد رو اینجا نداشتی فقط کافیه شمار آپشنز رو بزنی، روی این اوپن وید این بالا کلیک بکنی و نوت پد رو انتخاب بکنی. بالای همین فایل یه خطی هست به اسم بیس پد که جلوش یه آدرس نوشته. فقط کافیه اینجا آدرس استیبل دیفیوژن یا اتوماتیک 1111 خودت رو بهش بدی. فقط موقعی که آدرسش رو پیست کردی حواست باشه که این آخر همچین چیزی توی آدرس نداشته باشه. اونا رو باید پاک بکنی و با کنترل اس این فایل نوت پد رو سیو میکنی و میبندیش. اگر هم اتوماتیک 1111 رو قبلا روی سیستمت نداشتی اشکال نداره، فقط کافیه که مدل ها یا چک پوینت هایی که متناسب با سلیقمون هست از سایت سیویت ای آی دانلود کنیم. آدرسی هم که باید چک پوینت ها رو توش قرار بدیم داخل همین فولدر کانفی یو آی، یه فولدر هست به اسم فولدر مدلز، روش که کلیک بکنی همین اولین فولدر اسمش چک پوینته. تمام چک پوینت هامون باید بیاد اینجا قرار بگیره. حالا بر فرض اینکه اتوماتیک 1111 رو نداشتی قبلا، میریم به سایت سیویت ای آی سری میزنیم. میریم تو قسمت مدلز و مدل هایی که دوست داریم رو انتخاب میکنیم. اولین مدلی که من خیلی دوست دارم داشته باشمش دریم شیپره. بهتون پیشنهاد میکنم دانلود کنید، حجمش 6 گیگابایت. همونطور هم که بهتون گفتم محلی که باید چک پوینت ها رو توش دانلود بکنیم داخل فولدر کانفی یو آی مدلز چک پوینتس، توی این پوشه سیوش بکن. حالا که همه مدل ها رو داریم بریم ببینیم کانفی یو آی چه شکلیه. اما یه نکته حواستون باشه، اگه پایتون رو نصب ندارید روی سیستمتون اول حتما پایتون رو روی سیستمتون نصب کنید. لینک پایتون هم براتون داخل دیسکریپشن میذارم. یه همچین صفحه‌ایه، فقط کافیه روی دانلود پایتون کلیک بکنید تا پایتون براتون دانلود و نصب بشه. من کارت گرافیک انویدیا دارم پس مسلما از طریق این فایل برنامه رو اجراش میکنم. بعد از چند ثانیه براتون این صفحه باز میشه. ظاهر پیش‌فرضی که داری می‌بینی یه مقدار گیج کننده است.
اگه تا الان فقط با میدجورنی یا دالی یا اتوماتیک 1111 کار میکردی 100% واسهت امکان داره یه مقدار گیج کننده باشه. و این درست مثل حسیه که یک ویدیو ادیتور داره بعد از چند سال استفاده از ادوبی پریمیر و حالا سویچ میخواد بکنه روی مثلا داوینچی ریزولو یا فاینال کات پرو. این که با یه یوزر اینترفیس دیگه کار بکنی اولی 100% یه مقدار گیج کننده خواهد بود، اما اصلا گیج نشه. تنها تفاوتش با اوتوماتیک 1111 اینه که اینجا تمامی عملیات هایی که روی پرامپت یا ویدیوی ورودی شما اجرا میشه از طریق نوت ها به هم وصل میشه. همین، تمامی پارامترها همونه و عبارات ها همون معنی رو میدن. از هیچ چی به غیر از ظاهر داستان فرقی نکرده. حالا در آینده بیشتر با هم تمرین میکنیم، بهتر میشیم توی این قضیه. پس اگه ویور جدید هستی حتما این کانال رو سابسکرایب کن تا آموزش های بعدی و مستندهایی که میسازیم در مورد هوش مصنوعی رو از دست ندی. این نوت هایی هم که اینجا الان داری میبینی نوت هایی هستن که به صورت دیفالت روی خود کانفیگ یو آی سواره. یه نگاهی بهشون بندازیم. این نود لود چک پوینت ما در واقع همون نودی هستش که ما چک پوینت ها رو باهاش اجرا میکنیم و اون مدلی که میخوایم باهاش تصویر رو جنریت بکنیم انتخاب میکنیم. همین الان هم که روش کلیک بکنی میتونی تمام اون چک پوینت هایی که ما دانلود کردیم از قبل رو روش ببینی. یکی از مدل هایی که دانلود کردیم رو انتخاب کنی مثل دریم شیپر. سراغ دوتا نود بعدی که بریم، این دوتا نود این بالا پرامپت ما هستش که بالاییش پازیتیو پرامپتمون و پایینیش نگاتیو پرامپتمونه. ویدیوهای قبلی رو اگه دیده باشید کاملا توضیح دادم که پازیتیو پرامپت پارامترهایی هستن که ما میخوایم توی تصویر جنریت شدهمون وجود داشته باشه، نگاتیو پرامپت هم پارامترهایی هستن که ما نمیخوایم توی تصویر جنریت شدهمون وجود داشته باشه. همونطور هم که میتونی ببینی این باکس به قسمت پازیتیو سامپلرمون ورود کرده و این باکس هم به قسمت نگاتیو باکس بعدیمون ورود کرده. برای اینکه در آینده این دوتا باکس رو با هم دیگه اشتباه نگیری و قاطی نکنی، بیاین رینیمش کنیم. روش کلیک راست میکنی، روی تایتل میزنی و اینجا اسمش رو به پازیتیو تغییر میدی. همین کار رو هم برای این نود انجام. نود بعدی که اینجا داریم کی سامپلرمون هست که دقیقا همون کی سامپلری که داخل اوتوماتیک 1111 داشتیمه. همون پارامترها رو داریم که توی آموزش‌های قبلی کاملا بهتون توضیح دادم مثل سید، استپس، CFG، سامپلر نیم که حالا میتونیم مدل سامپلرمون رو عوض بکنیم، اسکیجولر و دینویزم. یه باکس کوچیکی همین پایین تر داریم. این نود امتی لیتنت ایمیج در واقع سایز و ابعاد تصویری است که میخوان جنریت بکنیم و بچ هایز هم تعداد تصاویریه که دوست داریم با هر بار جنریت کردن دریافت بکنیم. و در انتها هم VAE دیکود و سیو ایمیجمون رو داریم. پریویو اون تصویری که جنریت کردید قراره اینجا بهتون نمایش داده بشه. حالا نکته جالبی که من توی کانفیگ یو آی خیلی دوست دارم امکان اضافه کردن نود های بیشتر است. به این صورت که با یک کلیک راست میتونید از نود رو انتخاب بکنید و نودهای دیگه‌ای که دوست دارید رو به مجموعه‌ای که دارید اضافه بکنید. تا اینجاش آسون بود، ولی برای کارهای حرفه‌ای‌تر میتونیم نودهای بیشتری اضافه بکنیم. عملیات نصب و اجرای کانفیگ یو آی ما کاملا انجام شد. حالا بریم سراغ اون اکستنشن خیلی به خصوصی که بهتون قول داده بودم که اسمش کانفیگ یو آی منیجر هستش. بهمون کمک می‌کنه نودهای بیشتری دانلود کنیم و خیلی از ایرورهایی که امکان داره باهاشون روبرو بشیم رو رفع بکنیم. برای دانلودش وارد لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم میشی تا این صفحه برات باز بشه. حواست باشه که حتما ورژن 0.12 رو دانلود بکنی که حجمش 267 مگابایت و فایلش حتما باید توی این پوشه ذخیره بشه. داخل همون فولدر کانفیگ‌هایت یه فولدر هست به اسم کاستوم نوت. روش کلیک میکنی و فایلی که دانلود کردی اینجا پیست میکنی. اما لازمه که اکستراکت بشه چون پسوندش زیپه. کلیک راست میکنم و با WinRAR همینجا اکستراکتش میکنم. گوشه رو باز میکنی و هرچی فایل داخلش هست رو کنترل A میزنی و کاتش میکنی توی همین فولدر کاستوم نوتس. خیلی مهمه که همه فایل ها توی همین فولدر کاستوم نوتس باشه. بعد از اینکه فایل ها همه ریخته شد دیگه میتونی اون فایل زیپت رو پاک بکنی. حالا لازمه که یک بار محیط CMD کانفیگ یو آی رو ببندی و از توی براوزر هم صفحه رو ببندی و یک بار دیگه کانفیگ یو آی رو اجرا کنی. اما یادت باشه قبل از اینکه کانفیگ یو آی رو دوباره اجرا کنی ازت میخوام که گیت فور ویندوز هم اگه قبلا نصب نکردی طبق آموزش های قبلیمون، لینک گیت فور ویندوز هم براتون میذارم که آخرین ورژنش. فقط حواستون باشه که نسخه اگه ویندوز 64 بیت دارید 64 بیت و اگه ویندوزتون 32 بیت نسخه 32 بیت استاندالونش رو نصب بکنید. حالا یک بار دیگه کانفیگ یو آی رو اجرا می‌کنی. الان که کانفیگ یو آی رو اجرا بکنیم میتونیم این پایین ببینیم یه چیزی به اسم منیجر اضافه شده. این منیجر چی کارا میتونه بکنه؟ میتونه
فایل های آماده ای که دارید برای جنریت کردن تصویر و مدل های از پیش چیده شده نود ها رو بخواید اجرا بکنید، وقتی فایلش رو باز میکنید امکان داره چند تا نود باشن که شما نصب ندارید. از طریق اینستال میسینگ کاستوم نود میتونید اون کاستوم نود ها رو جایگزین بکنید بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای داشته باشید. هر اروری که دریافت کردید مبنی بر نبودن یک نود روی کانفیگتون میتونید از این گزینه استفاده کنید، و یا اینکه حتی بخواید نودهای جدیدتر نصب کنید، نودهایی که بتونید حالا با آزمون و خطا ازش نتایج متفاوت تری بگیرید. نودهایی مثل اپسکیلرهای بیشتر برای افزایش کیفیت عکستون و افزایش سایز عکستون، نودهایی مثل کنترل نت، نودهایی مثل تی آر نود، اوتو ام بی دبلیو، اینا همه نودهایی هستن که بعداً و توی ویدیوهای بعدی نصبشون خواهیم کرد تا ازشون استفاده کنید. کارهای دیگه هم که میتونی باش بکنی، میتونی آپدیت کانفیگیت رو از همینجا آپدیت کنی، تمام نوت هایی که داری رو آپدیت بکنی، مدل های جدیدتری نصب کنی و خیلی چیزایی دیگه. و یه جوری در آینده داشتن این اکستنشن روی کانفیگیتتون بسیار کمکتون میکنه، پس حتما این اکستنشنز رو نصب کنید. اگر هم سوال یا اروری داشتید موقع نصبش توی کامنت ها برام بنویسید تا راهنماییتون بکنم. خب حالا کانفیگ‌های رو نصب کردیم، تا حدودی باهاش آشنا شدیم، بقیه‌اش میشه یه ویدیوی دیگه که به زودی آپلود میشه براتون. ممنون از حمایت همتون سر ویدیوهای قبلی. ارورهایی که دریافت میکنید و برام کامنت میذارید خیلی زیادم، من تمام تلاشم رو میکنم که در اسرع وقت به همشون پاسخ بدم، اما یه مقدار حق بهم بدید چون که حجم کامنت ها خیلی زیاده. توی اینستاگرام خیلیاتون دایرکت میدید در مورد رفع ارورهایی که باهاش مواجه شدید ازم میپرسید و من تا جایی که بتونم کمک میکنم، پس پیج اینستاگرامم حتما داشته باشی. مراقب خودت باش و یادت نره که لایک و کامنت روی این ویدیو به رشد فراتر این اطلاعات برای هموطنانمون کمک زیادی میکنه.